دوستان عزیز، جوزف هستم و خوشحالم که میتونیم با برنامه 26 زیر ذره بین در خدمت شما عزیزان باشیم. برنامه امروز کمی متفاوت است از برنامه‌های گذشته زیر ذره بین، چرا که امروز با بازیگران سریال زیر ذره بین در خدمت شما هستیم. دوستان عزیز من در استودیو هستن، خوش آمد میگم به شما. مرسی خوشحالم. از این طرف اگر شروع بکنم، دوست من آرامیک، خیلی وقت بود ندیدیم شما رو آرامیک جان، دلم تنگ شده بود. پترو عزیز، در خدمت شما هستیم، شخصیت برجسته و مجری برنامه گرانبها. شرمندمون نفرمایید، میخوایم وایسیم. و بلینا عزیز، بلینا جان خوشحال هستیم. بلینا امروز گل سرسبدمون هستی. خوش اومدی بلینا جان به برنامه. آندری عزیز، برادر تنی من، افتخار کار کردن با آندری عزیز رو دارم هر روز. و جای چند نفر دیگه هم امروز بین ما خالی هست که از بازیگران زیر ذره بین هستن: ایده عزیز، اوژن، لونا و شوهرشون علی. لونا و علی البته برای چند ماه هست که به آلمان سفر کردن و جای همه عزیزان خالی هست، همچنین جای برادر سپهر عزیزشون جمع‌بندی برنامه ها رو انجام دادن و کار بسیار خیلی چقدر کلامشون شیرین و دلنشینه. خب خوشحال هستیم این بهانه شد که هم دیگر رو ببینیم دوباره بعد از چند سال در کنار هم جمع شدیم. پترون چند سالو که گفتی؟ من آرامیکو چند سال نایده بودم. دو سال ولی دل. یعنی اون سریالو که بازی میکردی من 14-15 سالم بود دیگه الان. و خوشحال هستم امروز بعد از مدتی که همدیگر ندیدیم فرصت شد که بتونیم قسمتهایی از صحنه‌های زیر ذره بین رو توی استودیو با هم دیگه ببینیم. البته من یواشکی از شما فیلم گرفتم با سلفونم با اجازهتون، چون خنده های شما و واکنش شما به برنامه برای من جالب بود. با سری دوم برنامه زیر ذره بین که از برنامه 14 تا 26 به حساب میاد، فکر کنم از لحاظ کیفیت و همچنین نفرات و گروه فیلم برداری بزرگتر و پرجلالتر بود و نتیجه کارم مطمئنم دوستان با ما موافق هستن که بله بهتر بوده. بین این برنامه سری دوم کدوم اپیزود به دل شما چسبیده و احساس بکنین هم جالب بود و هم شما از کار خودتون راضی هستین؟ آرامیک جان بهترین اپیزود میتونم بگم حالا نزدیک کنم یه سال و نیم دو سال هست که اصلا از اون برنامه میگذره، ولی خب چیزی که واقعا الان یادمه قسمت تاثیرگذاری بود که تاثیرپذیری بود که تاثیرشو گذاشته تاثیرپذیری بود که من کاراکتر ایده رو که نازنین بود فکر کنم، درسته نازنین بود، اون کاراکتر نازنین رو داشتم و با آندره و پترو واقعا فکر کنم اون موقع دیگه بهترین و خنده‌دارترین قسمت بود که تو اون قسمتی بود که شخصیت اردشیر که آرامیک بازی میکرد با ایده صحبت میکنه با شخصیت نازنین که همسرشون هست توی زیر ذره بین و تأثیر نازنین رو میگیرن روشون، شخصیت کم یه واخواهره میشه. آره خلاصه میاد که یه ذره کلوزه تو شخصیت چون ارتباط نزدیکی برقرار کردیم. خیلی شوخی میکنه البته. یه جواب کلیشه‌ای دارن این خواننده ها ازشون هر سوالی که میکنیم، مثلا درباره اینکه به نظر خودتون کدوم یکی از آهنگاتون کدوم یکی از سروده‌هاتون بهترینه، همیشه میگن که مثل بچه های آدم میمونه، همشون برای ما بهترینه و هیچ فرقی نمیکنه. این اپیزود هم تقریبا همشون خوبه به نظر خودمون، مردم باید رای بدن ولی به نظر خودمون همشون خوبه، ولی اگه از من میپرسین کسی نپرسید اونجایی فعلا که نپرسید شما پس حالا بپرسید من جواب میپرسید. پتر جان بگو. و اون پول و ثروت رو من بیشتر پسندیدم چون یعنی دو شخصیتی بازی میکردم، هم همون نقش معتاده رو که همیشه داشتم. من چه یادم پدر جان شما آخرای کار یه اعتراض کوچیکی به من کردی، گفتی دیگه دوست دارم همیشه نقش معتاده رو بازی. البته ببخشی من اینو الان عام کردم این موضوع رو،
ولی فکر کنم این یکی از دلایل بود که ما سعی کردیم یک نقش جدید رو به نوعی وارد نقش شما بکنیم. از شما خیلی ممنون. متوجه شدیم بله شما به غیر از نقشای معتاد نقشای دیگر هم بسیار. منم بیام شکایت کنم. و واقعا من باید بگم نقشی که نقش رستم، نقشی که پترو بازی میکنه فکر کنم سخت ترینه، چون ما هممون شخصیت هامون زیادم دور از اون شخصیتی که خودمون توی زندگی روزمره هستیم خیلی دور هم نیست، ولی شخصیت معتاد رستم و اون طرز صحبت کردن و راه رفتن همه چیش فرق میکنه. خلاصه خدا رو شکر میکنیم برای وجودش. خدا رو شکر به خاطر اینکه انقدر این برنامه فشرده، ما تا هفته دو روز وقت داشتیم این برنامه رو کار کنیم، این همه دیالوگ، این همه وسایل، رفت آمد، جمع شدن به موقع و اینا. و اتفاقاً آخر برنامه امروز کمی بیشتر راجع به خستگی کار و همچنین صحنه‌های چرت زدن بعضی ها که الان اسم نمیدم رو نشون خواهیم داد. ولی جا داره قبل از این که نظر آندره و بلینای عزیز رو بپرسیم بریم و قسمت‌هایی از پشت صحنه زیر ذره بین رو با هم دیگه نگاه بکنیم. با ما باشین. یعنی یه جشن سالگرد ازدواج اگه ساده برقرار بشه تمام بشریت چی میشه؟ سوری پیشرفت نمیکنه. یعنی به نوع حرکات مردونه گادفادر فریم با فریم، فریم به فریم. بدبختی من اینجاست چون نو پرابلم مامان اصلا نخندید، همین الان خندمو گرفت. کافر! حالا من چه خاکی بریزم تو سرم با این بیدر؟ من بیچاره چی بگم؟ بابا دنبال این گیتار هم هم اصلا نمیدم کجا. ای بابا عمران اصلا حرفش هم نزن. اصلا اصلا یه بارم یه بر خالی بگم. آها اونه فهم. بل بل اوکی بگم بله آقای رئیس. بده من ببینم. مال کی بود شکر؟ مال یک شکر. یه بار دیگه خدا بیامرز. خدای من حسابی بسازم. بس شد باشه، من الان زنگ میزنم. ببخشید من چرا رو خواهیم؟ برای که اسمش اونجا بود. من زنگی رو اون هستم. الان اکشن. اصلا من خیلی دوست دارم عشق خاله هندی کتایه دوست دارم. ساسان جان این چه مدل حرف زدن عزیزم؟ این چه مدل برخورده؟ من دیگه از این واضح تر نمیتونم صحبت کنم. شکر تو باید خنگه گفتی باهوشتر از این حرفا. نه فقط قسمت آقا بگی یعنی واقعا متوجه حرف این من نشدی که من بگم چرا متوجه. تو گفتی این هم نباشه اشکال نداره، ما فیلم بده ایزه گفت نیشالا 50%ش باش نه که سکریپت جدید. شما بعد از این صحنه چه احساسی رو داری؟ من احساس کردم که بعد این بازی اصلا هیچی رو من تاثیر نذاشته. تو داری به من میگی نمیدونم گذشت اون تمام روزایی که هی نگاه میکردیم به ماشین اینو سفا تو همه گذشت باگا باگا یعنی چه؟ این وقت گذشت
بنال نازنین رفته بانک رفته بانال نازنین رفته بانک دیگه نازنین رفته بانک خب دیده پول تو حسابت نیست خب حکم جلبت هم گرفته بای بای بله خب دوستان عزیز، امیدوارم که از قسمت‌های پشت صحنه زیر ذره بین لذت بردین. با ما باشین چون همچنان قسمت‌های دیگه هم داریم که به شما نشون بدیم. همچنان با بازیگران زیر ذره بین هستیم در استودیو با هم دیگه و دوست دارم آندره و برینای عزیز نظر شما رو در رابطه با اپیزودی که واقعا مورد علاقه شما بود بپرسم. آنو جان با شما شروع بکنم. من شروع میخواین ایشون شروع بکنم، من آخرش بگم که میخوام سوق بدم به یک کلیپی هم که ببینیم. شما آنو جان مردانگی کردین، یعنی باز هم ثابت کردی که موضوع و فروشنی ما هستی آنو جان. پس برینا جان شما بفرمایید. من دقیقا یادم نمیاد کدوم صحنه رو بگم، ولی بهترین صحنه این بود که آقای ادموند وقتی که توی اون قسمت پول یا ثروت که زبونشون رو در می آوردن اونجا خیلی خنده‌دار بود و من به آندره میگفتم اگه میشه به من یه چند تا لاین فانی هم بدیم منم یه چیز فانی بگم، ولی شخصیت من خیلی جدی بود و اونجایی رو که من یه چیزای خنده‌دار میگفتم خیلی برای من خوب بود. بهنا جان حالا اینو من بگم چون یادم اومد، هر کی که این برنامه رو دیده همیشه به من گفتن که شخصیت برینا واقعا مثل خودش نجیب و خیلی جالب هست. برای این شما کامپلیمنت ها و تشویق های خیلی خوبی رو دریافت کردین و خیلی هم خوب ارائه دادین کار رو. جا داشت اتفاقا بله از ادموند عزیز و دوستان دیگه هم که برای صحنه های کوتاهی به ما ملحق شدن، اشخاص پشت صحنه که زحمت کشتن، از همه این هم تشکر بکنیم. جای عزیزان در بین ما خالی هست. اون قسمتی که ایشون میگن، قسمتی که ادموند بازی میکرد، فکر کنم یک ساعت ما فقط طول کشید اون صحنه رو بگیریم، اینقدر که خندیدیم و واقعا چقدر قشنگ بود. قسمتی بود که واقعا من نمیتونستم جلوی خنده خودم رو بگیرم. یه ساعت واسه اون گذاشتیم، یه ساعت هم واسه دو کلمه بامبولئو که یه نفر. درسته. خب آنو جان شما همین برنامه رو ادیت کردی، هم قسمت زیادی از این داستان‌ها رو به همراه شروین عزیز نوشتی و واقعا فکر کنم قلب اصلی زیر ذره بین شما بودین. خسته نباشی. مرسی. پس در خدمت شما هستیم آنو جان. منم قسمت مورد علاقه هم همینطور که پترو گفت، البته واقعا همه اپیزودها رو خیلی دوست دارم، مخصوصا این من نمیگم تموم عالم میگن، خواننده ها میگن، ما هم میخونیم یه خورده، بذار بگیم بفهمون شما. ولی قسمت مورد علاقه من، صحنه مورد علاقه من توی باز همون قسمت تاثیرپذیریه، جایی که من و اردشیر، یعنی شخصیت اردشیر و ساسان، برق ما رو میگیره و از اون بعد دیگه هرچی ما میبینیم و میشنویم تاثیر میذاره رومون و همون موقع هم از توی تلویزیون آهنگ هندی پخش میشه. خلاصه ما شروع میکنیم به هندی خوندن. از اون صحنه مورد علاقه در قسمت نوشتن آن رو شما این ایده ها رو از کجا بیشتر برمی‌داشتی که خیلی از ایده ها میتونم بگم از همون زندگی روزمره خود من بوده، جوکایی که حالا اتفاق میافتاد یا چیزایی که با دوستان اتفاق میافتاد میخندیدیم، اونو سعی میکردم توی داستان گنجایشش بدم. ولی یک چیز دیگه هم اگه اجازه بدی میخوام اینم آقا هست، یعنی آقایی تو که کردی اونجا، من اونجا آقایی کردم که اینجا شما بذاری قرار گرفتم، یعنی تاثیر پذیری من داره اثر میذاره، دیده میشه اصلا در چهرهتون. فامیلی بازی اینه دیگه، نوشابه باز میکنه واسه هم دیگه. اول اینو میخوام نوشابه باز کنم واسه بلینا، یکم واسه من باز کنم، تموم شد دیگه. نوش آب مونده فقط بنوش. تو وقتی که تدوین این برنامه رو انجام میدادم خیلی جالب بود، بعضی صحنه ها هست که آدم توی اون
خود صحنه‌اش بازی میکنه متوجه نمیشه، ولی بعدش که میبینی خیلی جالب. یه صحنه بود یه حدود یکی دو دقیقه هست که ما خیلی جدی هممون توی رول هستیم و میخوایم بازی بکنیم، بلینا توی بک‌گراند همش میخنده میره این ور اون ور. حالا صحنه‌اش هم داریم و همین الان به عنوان اینسرت میذاریم عزیزانم ببینن، خیلی جالبه. و میخوام بگم درباره شخصیت نیلوفر و خود بلینا که خیلی شادابی می آورد روی صحنه ها و خلاصه همیشه می خندید. شما توی برنامه شاید بیشتر صحنه کمدین نداشتیم، ولی پشت صحنه همه ما با خنداتون خندوندین و جا داره قسمتی از این صحنه ها رو که اسمش از خنده های بلینا با هم دیگه ببینیم. با ما باشین. Okay, we are still rolling, guys. Getting dark. Whenever you're ready. Last week, Chera. آره خانم رئیس خودش به هم چشمک زد. وای بلا بدون بله کشتی شما هم باونه خب این دارم نباشه شما تو سهره نیست هست خانم رئیس میشه. با قبول کردن این که ما با قدرت های انسانی خب دوستان عزیز، همچنان با بازیگران زیر ذره‌بین در خدمت شما هستیم. شما وقتی برنامه زیر ذره‌بین رو نگاه کردین مطمئنم خیلی بامزه بوده، خندیدین و شخصیت‌های کمدی رو همیشه دیدین و از اونها لذت بردین. ولی اتفاقی که میافتاد این هست که بعضی وقتا در لابلای فیلم برداری همچنان فشار کار واقعا بالا بود و یادم هست بعضی وقتا ما دنبال بازیگران میگشتیم وقتی میخواستیم این صحنه رو فیلم برداری بکنیم و مخصوصا من یادم هست آرامیک رو من خودم سخت پیدا میکردم و میخوابیدم سو استفاده میکردم. ایشون شاید دو سه جا کار میکردن خسته میم. ولی آرامیک چون شما نظری داری در این قسمت؟ کلا خسته است. راجع به استرس پشت صحنه کمی شما توضیح بده. استرس آلمانی نه همون فارسی اگه میشه. ایشون از آلمانی هم بلده. استرس از آلمان چند وقت استرس آره به فارسی اگه استرس یه چیز دیگه هست. این استرس شما که میگفتین چرت، من چرت نمیزنم، من فقط چشامو میبستم فکر میکردم. نه واقعا سخت بود. بعضی موقعا میشد که من از ساعت 8 صبح یعنی سر فیلمداری بودیم تا 8 شب 9 شب یعنی 12 13 ساعت فقط من اون لابلای اون کارا، اگه قسمتی که مال من نبود من فقط سری میخواستم برم یه چرتی بزنم که بتونم یه ذره انرژی بگیرم. درست. و واقعا همینه. اگه بیننده ها توی فیلم دیدن قسمت شادی قسمت خنده بود، ولی قسمتی بود که واقعا خسته هم می شدیم و احتیاج بود که بخوایم چیز کنیم. ولی فهم کنم نکته ای که در لابلای تمام این خنده ها و فعالیت هایی که داشتیم نمیتونیم فراموش بکنیم پیغام اصلی داستان ها بوده. صحبت راجع به موضوعات سختی مثل
دورویی و دیگه فیض، غیبت. بعض وقتا راجع به این چیزا اگه به صورت موعظه صحبت بشه بینندگان شاید زیادم تحویل نگیرن، بگن بابا دیگه دوست نداریم کسی به ما میگه چه جور زندگی بکن، اون قرن بیستم بود، حالا همه چی مدرن شده. ولی من فکر کنم زبان قرن 21 با زبان ارتباط برقرار کردن در رابطه با یک چنین موضوعهایی میتونه از طریق یک چنین برنامه کمدی هم باشه. و ببین آجان شما در این قسمت آیا راضی بودی از این پیغامی که از طریق این برنامه فرستاده شد؟ فیدبکی داری شما؟ ما یه چند تا ایمیل از ایران داشتیم، چند تا از هموطنهای ایرانیمون نوشته بودن که بعد از اینکه زیر ذره‌بین رو نگاه کردن به مسیح ایمان آوردن. خدا رو شکر میکنم که با وجود اینکه ما درست برنامه کمدی بود، زیاد خندیدیم، ولی اون پیام مسیح و اون پیام انجیل و کار خودش رو کرد و من خدا رو شکر میکنم که از ما استفاده کرد که ما بتونیم از این طریق پیام مسیح رو به مردم برسونیم. خدا باشه. و واقعا این رو هندونه زیر بغل نمیذارم، بلکه واقعا فهم کنم خدمت که شما عزیزان انجام دادین کم نبوده از خدمتی که بالای منبر هست و خیلی خدمات دیگه، چون فکر کنم این برنامه تونست ارتباط بسیار نزدیکی رو با ایرانیان و فارس زبانان عزیز در اکثر نقاط دنیا برقرار بکنه. فرصت زیادی نداریم، اگر اجازه بدیم بریم چند دقیقه بازم از قسمت پشت صحنه رو با هم نگاه بکنیم و برمیگردیم، با ما باشین. آقا رفتیم یه سن بودیم با سن یه سنه یه بیم بله یا بازم خرده It's okay چه کاری کردی؟ رستم اینجاست؟ اولش بشی. آره نمیخوای خودت لو بدی. چرا منو نگاه میکنی؟ مرد حسابی اینه سه نفر اینجا سلام. این بود خواستگاری که برام پیدا کردی. ساسان جان میرم الان برای یه نگاه گاف گافزن واسه مگه میشه؟ نه پسرک بزغاله. کاری نداره که، کارته. خب حالا که چی؟ تمومه. ولی اینجوری نمیمدن بدبخ شدیم رفت. خدا میخوایی یاد راقه من زدم اینه برق من زدی بابا تو بسیدم بدبخ شدیم. خدا
ده بگو ده الان نیستم نوزنین باورت نمیشه واقعا ازتون میخوام تشکر کنم که این یه هفته ولی واقعا هم ازتون متشکریم نیلوفر خانم ولی واقعا هم ازتون متشکریم نازنین خانم نازنین نیلوفر خانم ولی واقعا هم ازتون ممنونم دستمو بگی بعد اون وقت من نگاه میکنم چیه آقا فرا تو خودت که میدونی اگه لازم باشه من جونم هم برات میدم عزیزم میدونم هر چیزو میدونم یه چیزایی از چرتفت خودم اضافه کردم ولی عالی بود ساسو جان واضح صحبت کن پسرم ایس اوکی خب تقریبا وقت ما هم در اینجا تموم شده فکر کنم اگر حرف آخری هست الان باید زده بشه من شاید از طرف همگی میخوام یک تشکر ویژه‌ای بکنم از تمام بینندگان و کسانی که ایمیل زدن و واقعا خیلی تشویق شدیم ما و من سعی کردم این ایمیلایی رو که میگرفتیم به دیگرانم بگم و از طرف همگیمون میخوام یک تشکر ویژه داشته باشم همچنین از خود شما جوزف جان کارگردانیتون و اون دایرکشنی رو که میدادی خیلی کمک کرد مطمئنم از طرف همه میگم به تمام دو جان آورد شدیم و از تو هم تشکر ویژه ممنون متشکر باعث افتخار من بود امیدوارم و آخر کار نیستین همچنان کار داریم با هم دیگه و شروع خیلی خوبی بود امیدوارم دوستان عزیز هم لذت برده باشن مطمئنم خیلی هاشون بردن اگر کم و کسری بوده خودتون با بزرگیتون ببخشین ما هم دوست داریم با راهنمایی های شما کار ما بهتر بشه کیفیت بالاتر بره و خواهش بکنم از طریق اطلاعاتی که روی صفحه میبینین با ما در ارتباط باشین قسمت زیادی از این برنامه ها رو و پشت صحنه ها رو میتونین روی اینترنت و فیسبوک هم پیدا بکنین دوستتون داریم و فهم کنم میتونیم با دوربین واید انگل تر از همه شما خداحافظی بکنیم خداحافظ همگی